ماجرای توهین علی کریمی به کشته شده های انفجار کرمان و همینطور درگیری که با مهران غفوریان پیدا کرد و حمله تندی که افراد مختلف به علی کریمی به خاطر اظهار نظرهای اخیرش انجام داده بود. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب احتمالاً همونطور که در جریان هستید، چهارشنبه هفته گذشته در چهارمین سالگرد ترور قاسم سلیمانی مراسم بزرگداشتی در گلزار شهدای شهر کرمان برگزار شدش که توی این مراسمی که برگزار شده بودش حمله تروریستی اتفاق افتاد و دو انفجار پیاپی باعث کشته شدن بیش از 100 نفر از هموطنامون شد که تعداد زیادی هم توی این حادثه مجروح شدن. بعد از این اتفاق افراد مختلف از جمله هنرمندان و ورزشکاران واکنش‌ها و پیام‌های تسلیتی رو برای همدردی با مردم کرمان و خانواده‌های کشته شده‌ها انجام دادن. ولی خب علی کریمی در اقدامی عجیب پست و استوری توی اینستاگرامش منتشر کرد و همون پست رو هم توییت کرد و در واکنشی عجیب نوشت: بیچاره وطن، وقتی جان مردم پشیزی برای سران رژیم ارزش ندارد. برای غذای نظری و شربت بری، ولی انتقام سخت نصیبت بشه. هشتگ زرش، هشتگ انتقام سخت از مردم، هشتگ کتلت. که علی کریمی خب غیر مستقیم میخواست اشاره بکنه که مردمی که توی این مراسم بزرگداشت حضور داشتن برای گرفتن نظری و خوردن شربت و اینجور چیزا رفته بودن، ولی خب متاسفانه جونشون رو از دست دادن. این صحبت‌های علی کریمی با بازتاب خیلی سراسری رسانه‌های مختلف حکومتی از جمله صدا سیما همراه بود و توی برنامه‌های مختلف مجری‌ها و کارشناس‌های مختلف به علی کریمی حمله کردن و این صحبت‌هاش رو مصداق بارز وطن فروشی و به دور از انسانیت دونستن. افراد مختلف هم در واکنش به این صحبت‌های علی کریمی هم استوری‌ها و توییت‌هایی رو منتشر کردن. از جمله اونها مهران غفوریان بودش که خطاب به علی کریمی نوشت: هر کسی که از کشته شدن مردم بی‌دفاع، بی‌گناه و مظلوم خوشحال بشه، با اون کسی که مرتکب این جنایت شده هیچ تفاوتی نداره. قتل عام این مردم خوشحالی نداره. من نمیفهمم که یه ایرانی چگونه میتونه از کشته شدن هموطن خودش خوشحال بشه. من با گرایش سیاسی و عقاید علی کریمی کاری ندارم، اما این یک مسئله انسانی است. کسی رو که از کشتار انسانهای بیگناه ابراز شادی میکنه، باید در تیمارستان و به دور از دیگر بیماران روانی بستری کرد. واقعا این رو نمیتونم درک کنم. از بخش امنیتی کشور درخواست دارم که سریعتر اقدام کنن و جنایتکاران رو به سزای عمل کثیف و غیر انسانیشون برسونن. البته مطمئن هستم که اینطور نمیمونه. علی کریمی که چند ماه قبل هم توی عاشورا تاسوعا حمله تندی رو به مهران غفوریان انجام داده بود، این بار خطاب به مهران غفوریان گفت: مهران جون، داداش، یا ساقی تو عوض کن یا اول مصرف کن بعد حرفتو بزن. من نیازم هر روز ورزش کردنه، اما تو بالا انداختنه. از جمله افراد دیگه‌ای که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده بود، محیا دهقانی بازیگر سریال مسوران و نجلا بودش که خطاب به علی کریمی نوشت: اگر دشمن می‌خواست با این حادثه که در نزدیکی مزار سردار شهید سلیمانی به وجود آورد ترس رو در جان مردم بیاندازه، با این کار که آنها نتیجه عکس میگیرند. کریمی چگونه میتونه برای به خاک و خون کشیده شدن هموطنای خودش و خاک خودش و اصل و نسب خودش ابراز خوشحالی کنه؟ اون بیزادترین و بی وجدانترین فردی است که سراغ دارم. علی رام نورایی هم در صفحه این اینستاگرامش نوشت: متاسفم برای موجودات کثیفی که از خبر مرگ هموطنان خودشون خوشحال میشن. شما کثیف‌ترین، منحوس‌ترین مخلوقات خداوند هستید. آزاده آل ایوب یا همون خاله نرگس برنامه کودک خطاب به علی کریمی نوشت: خون قاصبان جنایتکار در رگ توست. کودکان را هم کشتن، تو شاد شدی؟ اگه ازم میپرسیدن اصلا تو فوتبال میبینی؟ میگفتم بله. میگفتن اسم یکی رو ببر، میگفتم علی کریمی. اسم تو رو فقط بلد بودم. پرآوازه بودی، خار شدی تو چشم ایران و ایرانی. حیف از این خاک چون توی روش قدم گذاشت و حیف از هوایی که چون توی توش نفس کشید. خائن، نامروت.
رسانه ها و روزنامه های نزدیک به حکومت هم در واکنش هایی با انتشار کاریکاتورهایی از علی کریمی در صفحه اول خودشون به این قضیه واکنش نشون دادن و علی کریمی و حمید فرخ نژاد رو افراد داعشی و همینطور وطن فروش خطاب کرده بودن که از بوی خون احساس لذت میبره و از کشته شدن هموطناش خوشحال هست. رسانه‌های حکومتی به خصوص صدا سیما هم توی این چند روز اخیر فوکوسشون رو علی کریمی گذاشتن و معتقد هستن که علی کریمی اجیر شده صهیونیست و اسرائیل هستش و توی ماجرای جنگ اسرائیل و فلسطین هم هیچ واکنشی نسبت به مظلومان فلسطین نداشت و همش حمایتش از اسرائیل بودش. این در حالی هستش که چند سال قبل علی کریمی همیشه از مردم فلسطین حمایت میکرد و پست‌ها و استوری‌هایی رو در حمایت از اون مردم منتشر میکرد. البته علی کریمی هیچ وقت به صورت مستقیم از اسرائیل هیچ حمایتی نکرده، ولی خب قطعا عقاید و تفکراتش توی چند سال اخیر تفاوت کرده. اون در سال 93 علی کریمی در حمایت از مردم غزه و فلسطین نوشت: سلام دوستان عزیز، فجایع و جنایت در غزه دل هر انسانی رو می‌لرزاند. کشتار زنان و کودکان فلسطینی حیوان درنده رو هم شرمسار کرده. با حمایت از مبارزات فلسطینی ضمن کمک مالی و انسانی از همگان استدعا دارم تا به هر شکل حمایت خودشون رو انجام بدن. علی کریمی از سال گذشته پست‌های اعتراضی زیادی رو نسبت به حکومت و سران اون منتشر میکرد و به نوعی در خط مقدم مبارزه با حکومت در اعتراضات سال گذشته تا به الان بوده. خیلی‌ها که علی کریمی رو به عنوان لیدر اعتراضات مردم خطاب میکردن معتقد بودن که اون از سرویس‌های مختلف بیگانه حمایت میشه و خیلی های دیگه هم معتقد بودن که پیج علی کریمی توسط خودش اداره نمیشه و کرایه داده شده به سرویس‌های صهیونیستی. ولی خب هیچ وقت هیچ کدوم از این قضایی‌ها تایید یا تکذیب نشد. ولی چیزی که طرفداران و نزدیکان علی کریمی معتقد هستن، علی کریمی اون موقع که توی ایران هم بود تحت فشارهای امنیتی مجبور بودش که خودش رو سانسور بکنه، ولی خب بارها از مردم و اعتراضات مردمی حمایت کرده بود. نمونش هم ورودش با دستبند سبز توی گیرودار جنبش سبز سال 88 بودش که به نوعی میخواست حمایتش رو از اعتراضات مردم نشون بده. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون آیا علی کریمی این پست و استوری که گذاشتش به عنوان توهین به مردم کرمان و درگذشتگان بوده یا صحبتاش مفهوم دیگه ای داشته؟ حتما نظرتون رو راجع به اتفاقات اخیر و صحبت‌های علی کریمی بهمون تو بخش کامنت‌ها بگید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه‌م یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.